نیزه در قلبش فرو رفته. با دست چپش انگار می‌خواهد آن را از تن خود در بیاورد، اما توانش را ندارد. به صورتش نگاه کنید، لبهایش نیمه باز است و چشمهایش را باز کرده، انگار می‌خواهند از حدقه بیرون بیایند. معلوم است که به آنی، به لحظه‌ای نیزه را خورده که حتی فرصت نکرده شمشیرش را پایین بیاورد. او لباس رزم بر تن دارد، کلاه خودی بر سر و زرهی بر تن، اما این زره توان قدرت ضربه نیزه را نداشته و پایان کار او رقم خورده. توسط این مرد، شاه ساسانی، که نقش را برای او زدند در مدح پیروزیش. پادشاه ساسانی تاجی بر سر دارد و موهایش را بر بالای سر جمع کرده و بسته. دو روبان بلند از تاجش به دو سو بر باد رها شده و بخشی از موهایش بر پشت شانه هایش ریخته. ریشش را با ریشبند مخصوصی بسته و گوشواره هایی بر گوش دارد. با دست چپ میانه نیزه را گرفته و با دست راست نیزه را به سمت جلو فشار می دهد. تیردانی بر کمر بسته با شمشیری در غلاف. اسب او با اقتدار بر دو پا بلند شده و شیهه می کشد، برخلاف اسب دشمن او که خم شده. انگار تعظیم می کند، اما تیری تا پر در تنش فرو رفته. چیزی نمانده تا او از اسب بیفتد و شاه ساسانی پیروزمندانه هورا بکشد. اینها را می شود در ذهن مجسم کرد، ادامه ماجرا را پس از لحظه‌ای که ثبت شده. این نقش از یک پیروزی بزرگ حکایت می کند. از کدام پیروزی؟ این شاه کیست؟ چه کسی را با نیزه اش سرنگون کرده؟ در اینکه شاهی ساسانی است شکی وجود ندارد. تاجی که بر سر گذاشته شبیه به نوعی از تاج اردشیر بابکان سرسلسله شاهنشاهی ساسانیان است که بر سکه های خود نقش زده. برخی دشمن این شاه را در این نقش آخرین شاه اشکانی دانستند که به دست اردشیر سرنگون شد، اما این نظر درست نیست، چرا که پوشش او نشان از این می‌دهد که شخصی رومی است. می‌دانیم که اردشیر پس از رسیدن به سلطنت توانست بخش‌هایی از آناتولی را از امپراتوری روم گرفته ضمیمه خاک خود کند، پس می‌تواند این مرد نیزه خورده نمادی از رومیانی باشد که از سپاه او شکست خوردند. اما نظر دیگری هم وجود دارد، اینکه این پادشاه شاپور اول دومین شاه ساسانی باشد. در نقوشی که از شاپور اول به جا مانده او را با تاجی کنگردار بر سر می‌بینیم و گوی بزرگی بر بالای آن که متفاوت است با موهای مجعد و بسته شده اردشیر بر بالای تاجش. پس تاج شاپور یکم شبیه به تاج شاه نقش شده بر این بشقاب نیست، اما وجود دو نقش برجسته ماجرا را کمی پیچیده می کند. اول این سنگ نگاره در نقش رجب است که آن را تاج ستانی شاپور اول می دانستند و به تازگی دریافتند می تواند تاج ستانی هرمز یکم ساسانی باشد. گمان می رفت که شخص مقابل او اهورامزداست، اما امروز این نظر را دادند که او شاپور اول ساسانی است و دهیم سلطنت را به هرمز می دهد. دومین نقش برجسته تاج ستانی بهرام اول است در تنگ چوگان. درباره این نقش هم به تازگی شخص مقابل بهرام را شاپور اول ساسانی حد زدند، نه اهورامزدا. در هر دوی این نقش ها شاپور اول تاجی شبیه به پدر خود اردشیر بابکان بر سر دارد. اگر این نظریه ها درباره این دو نقش برجسته درست باشد و هر دو نفر ذکر شده شاپور اول باشند، معلوم است که شاپور هم تاجی شبیه به پدر خود بر سر می گذاشته، یعنی شبیه به تاج این شاه در این نقش که موضوع داستان ماست. پس دشمن مقابل او می تواند یکی از سه امپراتور روم باشد که شاپور اول در طول سلطنت خود شکستشان داده: گوردیانوس سوم که در جنگ با او کشته شد، فیلیپ عرب که وادار به پرداخت غرامت شد و والریان که او را به اسارت بردند. نقش این پیروزی را هم شاپور اول در محوطه نقش رستم حک کرده که یکی از زیباترین حجاری های دوره ساسانی است.
به این ترتیب محتمل است که در نقش این بشقاب شاپور اول در حال کشتن گوردیانوس سوم رومی به تصویر کشیده شده باشد، گرچه هنوز نظریه اول که نقشی از اردشیر بابکان است در حال شکست دادن ارتش روم به قوت خود باقی است. هرچه هست این بشقاب که از جنس نقره با روکشی از طلا ساخته شده و در موزه آذربایجان تبریز قرار دارد به جنگ سواران شهرت یافته، چرا که یکی از مشهورترین صحنه‌های نبرد در دوره ساسانی را به نمایش گذاشته. سواران نیزه به دستی که با مهارت دشمن خود را از اسب به زیر می‌کشیدند بدون آنکه به او فرصت دهند تا